بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي داود المسترق قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: يقوم الناس عن فروشهم على ثلاثه اصناف. شما که صبح از خواب بیدار میشید و از بستر خود بیرون میایید، سه جورید. سه جور انسان هستن که اینها صبح از بستر میان بیرون. مردم دنیا بر سه نوعن که صبح از خواب برمیخیزن. فصنفون له ولا علیه. یه دسته هستن که این بیدار شدن از خواب و بیرون آمدن از بستر برای اونها خیر است و شری ندارد، به له اونهاست و علیه اونها نیست. این یک سن. و سنفون علیه و لا له. یه دسته دیگه هستن که بیرون آمدنشون از بستر علیه اونهاست و به نفعشون نیست، له اونها نیست. صنف دیگری هم هستن که و صنف لا له ولا علیه. یه دسته هم هستن که از خواب بلند میشن، میان از خواب بیرون، نه له اونهاست این بیرون آمدن، نه علیه اونهاست، نه له و نه علیه. سه جورن پس. فاما الصنف الذی له ولا علیه فهو الذي يقوم من منامه ويتوضا ويصلي ويذكر الله عز وجل. ظاهرا از ادامه حدیث اینجور فهمیده میشه که این مراد یصلی، مراد صلات صبح نیست، چون اون صنف سوم را هم که لا له ولا علیه اونجا ذکر میکنه. خب نماز صبح باید بخونه، اگر نخونه که علیه هست. پس بنابراین مراد اینجا از نمازی که خونده میشود نماز صبح نیست، نماز یا نافله صبح هست یا نافله شب هست. این که له ولا علیه، این بیدار شدن به نفع اوست، به ضرر او نیست، خیلی مهمه. نقل کردن از قول مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه که ایشون اوائلی که وارد نجف شده بودن با مرحوم حاج میرزعلی آقای قاضی تازه آشنا شده بودن، یه روز ایشون رو میبینه حاج میرزعلی آقای قاضی، اون عارف بزرگ نامدار رضوان الله تعالی علیه، در کوچه بهش میگه که پسرم اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. نماز شب اینجوری، تهجد برای امثال ماها که روز مشغولیم و گرفتاریم و مشکلات داریم و سر و کله با این بزن، کار با اون بکن، تو محیط زندگی سخت دیگه. اگر بخواهیم یک رابطه خوبی، یه استغاثه‌ای، یه تضرعی بخواییم داشته باشیم در بین این همه گرفتاری، یا چاره ای منحصر است در همین که انسان سحر بلند شه. این ظاهرا اون سحر رو بیان میکنه. این یک سن. و الصنف الذی علیه و لا له فهو الذی لم یزل فی معصیت الله حتی قام. بله، در حال خواب و در بستر خواب هم با معصیت الهی، حالا معصیت های قلبی، جوارحی، جوانحی مشغوله تا بلند میشه. فذلک الذی علیه ولا له، این بیدار شدن به ضرر اوست، چون بیدارم که بشه اون معصیت رو ادامه میده. و الصنف الذی لا له ولا علیه
که نه به نفعشه نه به ضررشه این بیدار شدن. و هو الذی لا یزال نائما حتی یصبح، میخوابه تا صبح. حالا صبح علی ظاهر مراد اول اذان دیگه، اول فجر صبح. اما حالا یه خود دست کم بگیریم، بگیم که مثلا صبح یعنی همین بین طلوعین، مثلا این از خواب پا میشه بین طلوعین، نماز صبحشو میخونه البته، اما لا له ولا علیه. یه فریضه ایست که بر عهده اوز واجبه، باید به جا بیاره، اون رو به جا میاره، دیگه خیری از این بلند شدن نمیبینه. فهو الذی لا یزال نائما حتی یصبح فذلک الذی لا له ولا علیه. صفحه 432.